هیئتی به نمایندگی از وکلا و مقلدان آیت الله شیرازی با سفیر ایران در دانمارک دیدار و در مورد بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی گفتگو کردند این هیئت که متشکل از حجج الاسلام شیخ عبدالامیر الخفاجی شیخ عبدالحسن الاسدی شیخ ابو منتظر و سید مهدی موسوی و با همراهی حاج نوماس الکعبی بود بیانیه و اعتراض نامه تنظیم شده در محکومیت بازداشت فرزند مرجعیت شیعه به زبانهای عربی و فارسی را به مرتزا مرادیان سفیر ایران در کشور اروپایی دانمارک تحویل دادند. همچنین در این دیدار حجت الاسلام الاسدی در مورد اقدامات حتاکانه ی حکومت ایران در شهر مقدس قم و موضوع بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی به گفتگو پرداخت و تصریح کرد خاندان معزز شیرازی سال هاست که مورد فشارهای گوناگون حکومت ایران علال خصوص سازمان اطلاعات قرار دارند و این فشارها در پنج سال گذشته رشد چشمگیری داشته است وی افزود برخی شخصیت های نزدیک با نظام حاکم مانند محسن عراقی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری بیت مرجعیت شیرازی را وابسته به دولت انگلیس عنوان کرده بودند الاسدی ادامه داد جالب اینجاست که همین شخص یعنی محسن عراقی مدرک دکترای خود را از بریتانیا دریافت کرده و دارای شناسنامه انگلیسی است و با این حال دیگران را به مزدور انگلیس بودن متهم می کند و متاسفانه او و همه کسانی که با او موافق بودند با استفاده از انواع ابزارهای مختلف مانند برپایی سمینار، کنفرانس و مصاحبه های خبری در ایران و خارج از آن سعی در سیاهنمایی بر علیه خاندان شیرازی داشتند ولی در مقابل مرجعیت شیعه با چشم پوشی از این رفتار و اعمال غیر اخلاقی صبور و بردبار بودند حجت الاسلام اسدی گفت در ماه های اخیر آیت الله سید حسین شیرازی در یکی از جلسات علمی خود در مورد مسئله ولایت فقیه و اختلاف نظر در مورد آن در بین مراجع و کاستی‌ها و کمبودهای پیرامون آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند در این بین برخی شبکه‌های وابسته به مقلدان آیت الله شیرازی این بحث علمی فرزند مرجعیت را منتشر و پخش کردند و در ادامه با عکس عمل رسانه های حکومتی ایران مواجه شدند که مدعی آن بودند که این مقلدان آیت الله شیرازی چگونه این همه پول را هزینه این شبکه های ماهواره می وی ادامه داد همینطور که میدانید امروزه تأسیس و راه اندازی شبکه های برای همه میسر و آسان شده چه بسا که خیرین و متبرعین زیادی در جهان هستند که پول خود را هزینه نشر علوم و فرهنگ اصیل اهل بیت علیه در جهان می کنند. بر همین اساس دادگاه ویژه روحانیت دستور بازداشت آیت الله سید حسین شیرازی را صادر کردند. و بهانه آنها برای این اقدام خطر کلام فرزند مرجعیت برای ولایت فقیه و امنیت ملی بود آیت الله سید حسین شیرازی نیز با حضور در دادگاه ویژه روحانیت قوم مورد بازجویی هفت ساعته قرار گرفتند و سپس به خانه بازگشتند که فردای آن روز به دروغ اعلام کردند که ایشان حاضر به حضور در دادگاه روحانیت نبودند و اصلا به اینجا نیامدند جالب اینجاست که با این اوصاف ایشان چگونه توانستند به کشور کویت سفر کنند و سپس بعد چند روز بازگردند ولی متاسفانه بعد از چند روز پس از بازگشت از کشور کویت مأموران اطلاعاتی ایران ایشان را در ملع عام و در مقابل پدر بزرگوارشان اهانت کردند و به شکلی غیر محترمانه و مقایر با حقوق بشر به مکان نامعلومی منتقل کردند ما در راستای حفظ وحدت بین شیعیان از مقلدین و ارادتمندان به مرجعیت دعوت کردیم تا هیچ اقدامی را در قبال سفارت ها انجام ندهند ولی همانطور که میدانید صبر هم حدود دارد و شاید خشم مقلدان از کنترل ما خارج شود الاسدی در پایان گفت ما از شما می خواهیم تا اعتراض ما را به مقامات بلندپایه کشورتان برسانید و به آنها بگویید که آزادی فوری ایشان را فراهم کنند چون غیر از این و در آینده نزدیک صدای اعتراض کنندگان به صورت بیسابقه بالا خواهد گرفت از سوی دیگر سفیر ایران در کشور دانمارک ضمن خوشامدگویی به میهمانان و ابراز احترام به اخلاق حسنه آنها در مورد این بازداشت ابراز نگرانی کرد و افزود که بنده از روز اولی که آیت الله سید حسین شیرازی را بازداشت کردند روزانه پیگیر آخرین اخبار در این مورد هستم سفیر ایران ادامه داد چون این مسئله یک مسئله همگانی است و دشمنان ما در کمین چنین اعمالی هستند و ایران در مرحله حساسی قرار دارد و دشمنان دنبال جویی هستند تا به اهداف خود برسند وی در آخر این گفتگو افزود بنده حتما نامه و بیانیه اعتراضی شما را به مقامات ایران تحویل خواهم داد و علاقمند هستم تا خود در راه حل این مشکل کمکی شایان داشته باشم و من نیز به نوبه خودم مخالف با هر گونه تعدی و اهانت به مراتب علما و مراجع هستم و انشاءالله در ادامه آخرین دستاوردها را به شما مخابره خواهم کرد.